هایی پنهان میان گیاهان جنگلی یه دنیای خیالی وجود داره. دنیای خیالی که الفا و پریها در کنار هم یه زندگی میکنن، جایی که اتفاقات متفاوتی میفته و بچه ها چیزهای جدیدی یاد میگیرن. دنیای خیالی بنو خالی. سلام بچه ها جون، ماجراجوی امروز توی قلعه کوچیک شروع میشه. این داستان لباس جدید فرمانروا گلخواه. پیراهن صورتی یا پیراهن آبی؟ مامان نمیتونم انتخاب کنم. صورتی خیلی بهت میاد حالی، من چی بپوشم؟ سبز، زرد یا فیروزه‌ای؟ بن، نظر تو چیه؟ فکر میکنم صورتی برای تو سبزابی برای مامانت بهتر باشه. سبز، آبی، زرد، صورتی؟ این همه بحث برای چیه؟ جناب گل جعفری و خانومشون امروز میان اینجا، یادتون رفته؟ بله. برای احترام به مهمونامون بهتره لباسای تمیز بپوشیم و نامرتب نباشیم. چی نامرتبه؟ لباساتونو ببینیم. واقعا؟ بله بابا. نظر تو چیه بن؟ صادقانه بگو. من نامرتبم؟ شاید بهتر باشه به سر و وضعتون یکم بیشتر برسیم. برای همین به خیاط الف دستور دادم تا براتون لباس جدید بدوزه. لطفا تا وقت هست یه دوش بگیریم. خیلی خب باشه. خیاط الف. این که الف پیر داناست. باید خدمتتون عرض کنم، من فقط الف پیر دانا نیستم، من یه خیاط ماهرم. نگاه کن. آه پس که اینطور، شروع کن، من فعلا میرم. عجله کنین، مهمونمون یکم دیگه میرسن. خانم گلخار، این لباس جدید فرمان روا گلخاره. زیباست، طرحش هم جدیده درسته؟ این طرح مناسب فرمان رواست و از بهترین پارچه پشمی درست شده خانم گلخار. خیلی قشنگی. خواهش میکنم، بهش دست نزنین دای آلو. این پارچه خیلی ظریفه، یعنی نباید با چوبتون تمیزش کنید. بله بله، میتونین برین. ممنون، خدافظ. تو میتونی اون لکه رو اونجا ببینی حالی؟ من هیچی نمیبینم مامان. دایالو، تو اون لکه رو روی لباس میبینی؟ کجا؟ اینجا؟ نه، اینجا. وای پناه بر خدا. مامان، لباس جدید بابام خراب شد. آره متاسفانه، الانم خانوم و آقای گل جعفری میرسن اینجا. دایه، وقت داری تمیزش کنی؟ میسپارینش به من خانم گلخار. دایه آلو، میشه منو بنم کمکتون کنی؟ البته. این لکه بزرگیه. حالا چطوری باید پاکش کنیم؟ خب اگه درف گفتن که نباید از چوب استفاده کنیم دایه. مشکلی نداره، میندازیمش تو ماشین لباس شویی. ولی خیاط الفا گفت پارچش ظریفه. یه الف درباره شستن لباس چی میدونه؟ اون لباس میدوزه. شاید زیاد لباس بدوزه، اما به اندازه من لباس نشسته. یه عالمه توت صابون لازمه. مطمئنیم که فکر خوبیه؟ معلومه که فکر خوبیه، هیچی بهتر از آب داغ و مواد شوینده لباسو تمیز نمی کنه. میدونین حالا که داریم لباس میشوریم، خوبه لباسای قدیمی فرمان روارم باهاش بشوریم. لباسای کثیفشون؟ بله. خیلی خوب، بفرمایید. دیدم لباسا دایه. عالیه، بندازشون تو ماشین. بفرما، حالا میذاریم ماشین لباس روی همه کارا رو بکنه. خیلی هوشمندانه و علمیه. داره چی کار میکنه؟ این اولین چرخه شستشوه. حالا داره چی کار میکنه؟ داره مواد شوینده رو آب کشی میکنه. خیلی هوشمندانه است. تموم شد. بله، حالا ببینیم اون همه مواد شوینده لکه رو تمیز کرد یا نه. وای، کلاه بابام یکم خم شده. کفشاشونم خیلی خیسن. وای خدا،
لباسه فرمان روا همینقدر کوچیک بوده؟ آب رفتن. دای آلو، لباسای فرمان روا تمیز شد؟ مامانم هست. تقریبا حاضر خانم گلخار. دایه، حالا چی کار بکنیم؟ شاید وقتی لباسا خوش بشن به اندازه قبلیشون برگردن. بله بی، الان یه حرکت ساده انجام میدم تا خوش بشن. برای خیاط گفت نباید از چوبتون استفاده بکنی. فقط یه ذره حرکت کوچولو موچولو استفاده میکنم. خوب و سریع و تند و تند لباسا رو زود خوش کن. رعد و برق، دود و آتش، زود لباسا رو خوش کن. دایالو زود باش، لباس جدید فرمان روا رو بده به من. مهمون ها هر لحظه ممکنه برسن. لباس ها کجان دایالو؟ این بویه چیه ها؟ ما لباس های بابا رو شستیم ولی آب رفتن. بعدش دایه با چوب دست اونا رو سوزوند. وای پناه بر خدا، پس که همونم بابا مجبورن لباس های قدیمیشون رو بپوشن. ولی ما لباس های قدیمی بابا رو هم توی ماشین انداختیم. چی؟ منظورت اینه که هیچ لباسی نداره بپوشه؟ خب بله. زود خیاط الفو خبر کن. خیلی دیر شده، خانم آقای جعفری رسیدن. حالا باید چی کار بکنیم؟ میتونیم با چوب دستی لباس درست کنیم. دایه میتونی این کارو بکنی؟ حالا که اصرار دارید باشه خانم گلخار، فقط ممکنه یکم سخت باشه. سلام، کسی خونه نیست؟ اونا رسیدن. فقط زود لباسو درست کن دایه، من میرم پیش مهمونمون. هر طور شما بخواین خانم گلخار. اول یه چیزی لازم داریم که به کفش تبدیلش کنیم. لیمو؟ نه، باید شکل کفش باشی. حالا یه چیز گرد و توپل برای کت لازم داریم. لیمو؟ نه، گوجی. برای کلاه از چی استفاده کنیم؟ حالی خانم آقای جعفریو یادته؟ سلام خانم خالی کوچولو. سلام، معرفی میکنم، ایشونم بن الف هستن. سلام بن. باید بهت بگم که لباست خیلی جذابه. آره خیلی قشنگه و مناسب. فرمان روا تا چند لحظه دیگه میان، امیدوارم از دیر کردنشون ناراحت نشی. اشکالی نداره، ما مشتاق دیدن ایشونی، منتظرشون میمونیم. ببخشی منتظر موندیم. سلام، به به، مشتاق دیدارتون بودیم. سلام، حالتون چطوره؟ سلام، ببخشی دگه لباس هم یکم عجیبم. فوق‌العاده است فرمان روا. خیلی نو و هیجان انگیزه. اتفاقا همین الان داشتیم میگفتیم چقدر مهمه که فکر کنیم چی بپوشیم. فکر نکنم اصلا دربارش فکر کنم. پناه بر خدا. چی شد یهو؟ وای نگران بودم این اتفاق بیفته. اینجور لباسا درست کردنشون سخته. نگاه کنیم بابا، یه لیمو رو سرتون دارین. این لباسا دیگه چیه؟ کار کدومتون بود؟ واقعا شگفت انگیز مرد. محشره که حالا همچه چیزی به عمرم ندیده بودم. این دموغ محضه فوق‌العاده است، عالیه. لباسایی که به چیزای دیگه ای تبدیل میشن هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم. تازه هنوز گفتی که فکر نمی کنی چی بپوشی. شما سلیقه جالبی تو انتخاب لباس دارین جناب فرمان روا. برای دوستی با طبیعتی داره پوشیدی؟ خب من که با دیدن لباسای شما فکر پختن غذاهای جدید به ذهنم رسید. دایالو، میشه برای شام یه چیزی درست کنی لطفا؟ البته جناب گلخار، هرچی دوست داشته باشین میتونم درست کنم، به شرطی که توش هویج، گوجه و لیمو نخور. بله بچه های عزیز، همیشه یادمون میمونه که کار و تلاش همیشه بهت میده نتیجه. با چوب دستی و شستی مشکلی حل نمیشه آقا.